دکتر مهرداد مادی، متشکر از اینکه در برنامه یورونیوز شرکت کردید. به عنوان اولین سوال در باره برجام خروج ایالات متحده میخواستم از شما بپرسم، شما پیشتر گفته بودید در سال 2015 که ایران شریک تجاریش را از چین به اروپا تبدیل خواهد کرد، یا همچنان بر این باورید؟ نه، من فکر میکنم دیگه نمیتونیم این انتظار داشته باشیم. این دو بخش هم داره. یک بخش اولش اینه که به خاطر عدم استقبالی که در درون ایران شد از نیروهای فرادولتی، ما اگه نگاه کنیم آمارهای خود اتحادیه رو من استفاده میکنم، در 2016 50 میلیارد یورو اکسپرشن آف اینترست، این تایید تمایل به کار با ایران بود برای سرمایه گذاری. از اون در 2016 آمارهای ایران نشون میده که فقط 3.4 میلیاردش انجام شد. ما بقیه اینها هیئتایی بودن مثل کانتیننتال، زیمنس که رفتن و با دست خالی برگشتن، چون اونجا خیلی جو منفی بود برای کار با اروپا. این یک بخششه. بخش دومم که بخش اخیره که من فکر میکنم الان بیشتر در چارچوب این پرسش شماست، اینه که تهدیدهایی که امریکا کرده، این تهدیدها الان به مرحله‌ای رسیده که مستقیم با شرکت‌های بزرگ اروپایی تماس میگیرن برای انتقال خطرهای کار با ایران. اینو هم ولایت خارجه امریکا انجام میده و هم خطرانه داری درشه. ما دیگه این انتظار برای من خیلی دور از واقعیت خواهد بود که اروپا بتونه جای چین رو بگیره. این در حالیه که خانم موگرینی نماینده سیاسی و امور امنیتی اتحادیه اروپا در آخرین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه همین هفته گذشته اعلام کرد که اتحادیه اروپا به ماندن در برجام متحده. همزمان هر روز ما در واقع واکنش‌های متناقضی رو از برخی رهبران اروپایی و همچنین مدیران بزرگ شرکت‌های چند ملیتی اروپایی در ایران داریم که برخی از اونها خواهان خروج از ایران هستند. این تناقض‌ها رو چطور تعریف می‌کنید و اروپا چگونه می‌تونه مسئولان دولت ایران رو راضی نگه داره که اونها از برجام خارج نشن و همچنان در برجام باقی بمونن؟ و با دونستن اینکه خانم موگرینی در آخرین سخنرانیش همچنین تاکید کرده که اروپا در واقع اولویتی که درباره توافق هسته‌ای داره نه منافع اقتصادی بلکه امنیت خاورمیانه و امنیت اروپاست. بله، من تصور میکنم هست. ما تو باید نگاه کنیم ما که باز جو درون ایران چیه. متاسفانه جو درون ایران الان در این چند هفته بسیار جو تندرو و رادیکال و جو افزایش ناامیدی نسبت به اروپا، نسبت به همکاری با اروپا است. ولیکن این پرسش شما رو من مستقیم اگه بخوام اوریان جواب بدم، بله، این بسیار بسیار هنوز امکان کار با اروپا، هنوز امکان توسعه روابط هست. و اون دو نگاهی هم که شما اشاره کردید، این دو نگاه هم گریزناپذیر نیست که با هم در تضاد باشن، که هم اروپا اهمیت ایران رو برای امنیت خاورمیانه و غرب آسیا و جنوب اروپا در نظر بگیره که خیلی بسیار مهمه، و هم اینکه اندر اقتصادی، خب اگر شرایط درون ایران یک مقدار یک زمانی در آینده نزدیک از این حالت انحصارگرایی و امنیتی بیرون بیاد و فضا بازتر بشه، بله، اون منافع اقتصادی اروپا به صورت پتانسیل در ایران خیلی داره، همونطور که منافع ایران از کار با اروپا میتونه خیلی بالا باشه. آقای زنگنه، وزیر نفت ایران، در واقع پس از تهدیدهایی که شرکت نفتی توتال درست فردای توضیحات دونالد ترامپ مبنی بر خروج از برجام داشت و توتال هم گفته بود که شاید مجبور بشه تحت فشارهای آمریکا ایران رو ترک بکنه، اعلام کرده بود همون در روز 10 یا 11 می که شرکت‌های چینی جای توتال رو خواهند گرفت. دیروز هم آقای زنگنه اعلام کرد که توتال تنها دو ماه زمان داره برای تصمیم‌گیری نهایی آیا در ایران میمونه و یا ایران رو ترک
ترک میکنه. در واقع آقای زنگنه از توتال خواسته تا مقامات آمریکایی رو راضی بکنه که این کشور مورد تحریم قرار نگیره و در ایران بمونه. توتال نماد به نوعی شرکت‌های اروپایی هست که در ایران هستن، نماد شرکت‌های اروپایی که پس از توافق هسته‌ای به ایران اومدن. نظرتون در این باره چیه؟ بله، امکان موندنش به مقدار زیادی بستگی داره به حمایتی که وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد فرانسه در چارچوب تضمین‌هایی که میتونن بدن که در این سیستم فرانسه در بانک تضمین صادرات و قراردادهای خارجی هست عرضه کنم به توتال. قرارداد بزرگیه، 4 میلیارد یورو، بیش از 5 میلیارد دلار. و اینکه آیا بمونن در ایران، من حس خود من این هست که در کوتاه مدت شاید این پروژه خیلی کنتر پیش بره، ولی که با توجه به لااقل از اون چیزی که آقای مکرون اظهار کردن در کوتاه مدت، اینکه توتال به کلی خارج بشه یک مقدار دور از انتظارشون، هم از نظر حقوقی خودشون رو اوریان میکنن در برابر درخواست خسارت از ایران و هم در اعتبار خود توتال. ولی که این یک بخش ناگفته داره، این پاسخ من، که اون بخش ناگفته اینه که این حالت تهاجمی که آقای منوچهر در خزانه داری امریکا آغاز کردن، این چقدر تندتر بشه. اگه ما به جایی برسیم که پرونده‌ای باز بشه برای توتال برای جریمه، من فکر میکنم اون موقع توتال ممکن این حاضر بشه که به ایران این خسارت بده ولی شامل جریمه خزانه‌داری امریکا نشه و اون خیلی درگیری پیچیده‌ای بین ایران و فرانسه ایجاد خواهد کرد. صحبت های شد مبنی بر این که اتحادیه اروپا خواستار وضع قوانینی هست که طی اون بتونه تحریم های احتمالی ایالات متحده رو دور بزنه، از جمله همون قانونی که اون رو EU Blocking Regulation نام گذاری کردند. شما چقدر معتقد هستین که این قوانین یا این قانون همون EU Blocking Regulation میتونه کمک بکنه به ماندن شرکت‌های اروپایی در ایران که منافع خودشون رو حفظ بکنن؟ بله، این قانون به خودی خود پوششی نخواهد داد، ولی اگر این قانون همراه بشه با باز شدن یک صندوق اعتباری، یک خط اعتباری برای پوشش هزینه‌ها و ریسک‌های شرکت‌های مثل پژو، سیتروئن، دیملر آلمان، توتال، کامرس بانک آلمان و سانتاندر، بله اون موقع این در چارچوب انگلیسیش ما میگیم این یک استخوانیه که دور شما عضلات قوی گذاشتن در مالی که میتونه این پروژه رو پیش ببره. اما مسئله اینه که چقدر من بودجه که دیدم لااقل 3 روز پیش که برای یک همچین چیزی اردابی شده کمتر از 11 میلیارد یورو. ما حداقل این بودجه باید 25 میلیارد یورو باشه که بتونیم این پروژه هایی که در اروپا صحبت شده و ایران هم پذیرفته، این پروژه ها ادامه پیدا بکنه و در حقیقت این گزندگی تهدیدهای امریکا رو ما بتونیم یه مقدار زیادی خونسا بکنیم در اروپا. برای آخرین سوال، اتحادیه اروپا در روز گذشته از بانک‌های اروپایی خواسته که کمک‌هایی رو برای اقتصاد ایران در نظر بگیرن. آیا این پیام اروپا در واقع به ایران هست؟ یکی این که نشون بده که داره تلاش میکنه برای پابرجا نگاه داشتن برجام، و همچنین که نشون از دولت ایران بخواد که خارج نشه از برجام. بله، هر دوی اینا مشاهده شما درسته. اولش اون بخش آخر مشاهده شماست که بعد شما خارج نشه، چون ما به صورت عملی یک درخواست هایی که آقای خامنه ای هم گذاشته هجوم اینه که به صورت عملی شما تضمین منافع کاری با اروپا رو چی میکنید. و این یک مقدار زیاد در سطح، من یک کمی باید تفکیک کنم، در سطح کشورهایی مثل آلمان،
و بریتانیا این جدیه. فرانسه هنوز یک مقدار روی دیوار نشسته، یعنی همین درخواستی که از بانک‌ها هست این میزان همراهیش، اگر یک بانکی این تضمین رو بده مثلا به پژو سیتروئن که پروژه های ادامه سرمایه گذاری شما لغو نکنید، چقدر اونجا منابع آدلره که بانک مرکزی به اون بانکی که این تضمین رو میده یاری بده. در خود اروپا ما میبینیم که اروپا چون یک کشور نیست، کشورهای مثل برای مثال میگم اسپانیا و لهستان و مجارستان هیچ تمایلی ندارن یک همچین تضمین هایی بدن، و چون اتحادیه اروپا هم یک دولت فدرال نیست، در حقیقت این بستگی داره که دولت های مل کشورهای مختلف چه مقدار همراهی کنن. یک پروژه نسبتا دراز مدتیه، ولی اون سه کشور کلیدی که من فکر میکنم اشاره پرسش شما بیشتر متوجه اوناست، اون سه کشور کلیدی در حال حاضر واقعا مصمم هستن که یک همچین تضمین بانکی رو یا یک همچین تایید بانکی رو بانک مرکزی به بانکای خودشون بده، ولی این بانک ها تا چه اندازه بخوان اینو دنبال کنن و انجام بدن، اون من فکر میکنم که فقط در 2 ماه آینده خواهیم دید. این رو ما